امروز شیور تنیا رو با هم دیگه ادامه میدیم. در این سلسله کتاب تنیا که داریم با هم دیگه یاد میگیریم در این کلاس، در قسمت سوم کتاب تنیا هستیم، ایگر تتشووا، نامه های تشووا و یا برگشتن به طرف حقودش بارخو، توبه کردن، که غرض اصلی اون از این 12 تا فصل اینه که نحو واقعی و عمیق تشووا رو به ما ادمون رزاکن توضیح بده. به صورت خلاصه در 3 تا فصل اولی درباره ایده کلی تشووا، توبه کردن و پشیمون بودن از کار اشتباه ادمون رزاکن صحبت کرد و همچنین جنبه هایی که درباره تشووا مشهور هستن، برای مثال جنبه تنید گرفتن، روزه گرفتن که خیلی ها با اون آشنایی دارن از اونجایی که روزهای تنید و روزه روی تقویم ما وجود داره، و درباره این که آیا تا چه حدی تنید لازمه و همچنین آیا این دوره روشش تنید گرفتن هست و یا نه، البته روزهای کیپور و اون 4 تا تنیدهای دیگه که روی تقویمه به جای خود، ولی آیا غیر از اون باید تنیدی اضافه کرد و یا نه، که یاد گرفتیم این کار رو این روزا انجام نمیدیم. ولی غیر از اون نقطه ای که در آغاز فصل 4 ادمون رزاکن با ما شروع کرد یاد گرفتن و اون اینه که تنید گرفتن، در واقع روزه گرفتن، فقط یک مرحله آخر بعد از اینکه یه نفر تشووا کرد، اون وقته که برای تکامل اون تشووا مثل هدیه‌ای که یه نفر میاره به خدمت به نزد یه نفر دیگه برای اینکه تشکر کنه از اینکه بخشایش پیدا کرده و کاملا با اون هدیه میخواد آثار رو پاک بکنه، این جنبه تنیت رو داره. ولی خود تنید در واقع تشووا نیستش و توبه کردن نیست. پس آیا تشووای واقعی چی هستش؟ در فصل 4 ادمون رزاکن در ایگر تتشووا به ما توضیح داد که ایده تشووا در واقع همون جوری که لغت عبریش تاشوف هی، لغت تشووا به 2 تا لغت مختلف میتونه تقسیم بشه و اون اینه که تشووا یعنی این که تاشوف برگرده، هی اون حرف هی از حروف عبری. کدوم حرف هی داریم دربارش صحبت میکنیم؟ و ادمون رزاکن توضیح داد که این در واقع هیه که در اسم خداوند هستش. از اونجایی که در اسم حکادش باروخو 2 تا هی وجود داره و این 2 تا هی اگر به خود عبریش نگاه بکنیم میبینیم که یک یود و هی و واو و هی، این نحویه که اسم حکادش باروخو نوشته میشه و اون رو به صورت ادنای تقریبا، البته به صورت کامل نمیگم چون اجازه نداریم، ولی ادنای این رو تلفظ میکنیم توی برخاها، توی تورا میخونیم و غیره، که این مقدسترین اسم حکادش باروخو هست و همونجور که میبینیم در این 4 تا حروف 2 تا حروف هی وجود داره. پس وقتی که ادمون رزاکن به ما توضیح میده که تشووا یعنی برگردوندن اون حرف هی به اسم خداوند، آیا درباره کدوم هی داره صحبت میکنه؟ و ادمون رزاکن به ما توضیح داد که در واقع هر دوتاش، چون 2 تا درجه تشووا وجود داره، تشووا تتا آ و تشووا ایلا آ، تشووای پایین تر درجه پایینی و تشووای درجه بالایی، و همونجوری که توضیح داد و بیشتر در آینده توضیح داده خواهد شد که بعضی از اشتباهایی که یه نفر کرده لزوم خواهد داشت به مینیموم درجه تشووا، درجه پایینی تشووا، و بعضی از گناه ها و اشتباه ها مستلزم خواهد بود که یک نفر تشووای درجه بالاتر رو انجام بده، که این جنبه هی اولی اسم حکودش باروخو هستش. پس دوباره اگر نگاهی بکنیم به اسم خداوند، 2 تا هی وجود داره. هی اولی از راست به چپ وقتی میبینیم حرف اول یک یوده به عبری، حرف دوم هی که این سمبل درجه بالاتر تشووا هستش، بعدش حرف واو و بعدش دوباره حرف هی که جنبه تشووای درجه پایین تر هستش. و به صورت بسیار خلاصه
که قبل از اینکه بریم در عمق موضوع بیشتر، مسیر این فصل رو و دو سه تا فصل آینده رو با هم دیگه بخوایم مرور کنیم و درباره صحبت کنیم، اینه که ادمیرال رضا کرم در این سه چهار فصل آینده به ما توضیح میده که الگوی آفرینش یک انسان از نظر بدنش و از نظر نشاماش به چه نحوی بوده و اینکه این الگو در واقع الگوییه که بر حسب اون حتی دنیاهای بالاتر آفریده شدن و الگوییه که خداوند تحریزی کرده تا به وسیله اون همه چی بتونه آفریده بشه. جزئیات این موضوع رو بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد، ولی که نکته اصلی که به طرف اون داریم پیش میریم و این رو ادمیرال رضا کرم میخواد توضیح بده و اون اینه که همون جوری که یک انسان بر طبق اون الگویی که ساخته شده، اون درجاتی و قدرت‌هایی که در یک انسان وجود داره و این الگو و قدرت‌ها دقیقاً مثل آینه‌ای هستش از درجات الهی بسیار بالا که خود خداوند اونها رو آفریده، پس بنابراین وقتی یک نفر در اینجا لطمه‌ای به نشامای خودش میزنه، یک کار اشتباهی رو انجام میده، در واقع این اثر مستقیم میذاره در ریشه این نشاما از اونجایی که سرچشمه گرفته که خود هکدش باروخو هستش و اون نورهای مختلف هکدش باروخو که منور میشه و خودش رو نشون میده در حروف الفبت عبری و به خصوص داریم صحبت میکنیم اون حروفی که در اسم هکدش باروخو خداوند وجود داره. پس در واقع کار اشتباه کردن، گناه کردن صدمه ای میزنه به درجه الهی اسم خداوند و از اون طرف تشوبا کردن یعنی در واقع تشوب هی برگردوندن و ترمیم کردن اون صدمه ای که خورده به اسم خداوند. این مسیر تشوبا هستش و این فرمولای تشوبا هستش و البته این رو با آب و تاب بیشتری و با جزئیات در این فصل و چند فصل آینده به ما توضیح خواهد داد ادمیرال رضا کرم و همچنین بعد از اون ادمیرال رضا کرم به ما توضیح میده که بعد از این که درک میکنیم ارتباط این دو رو که وقتی نقصی در ما وجود داره به خاطر یک عمل اشتباه این باعث نقص میشه در اسم خداوند، آیا به چه نحوی میشه اینو ترمیمش کرد و همچنین تفاوت دو راه رو به ما نشون میده، راه تشوبای درجه پایینی و راه تشوبای درجه بالایی. برای ادامه متن این فصل، فصل چهارم، لطفاً در همون گروه چت اون فایلی رو که هستش دانلود بکنید که متن امروز رو در بر داره و متن امروز از در این آخرین جزوه‌ای که برای همه آپلود کردم در صفحه 16 هستش، در واقع شیعور برای روز 15 تموز در سال معمولی و 21 تموز برای سالی که معوبرت هستش، دو تا ادار وجود داره و ادامه میده ادمیرال رضا کرم و اورها اینیان و توضیح این موضوعی که تا حالا دربارش صحبت کردیم درباره ایده تشوبا و اینکه به چه نحوی این امکان پذیره کنادم معمر الیاهو، همونجوری که این موضوع دانسته شده و یاد گرفتیم از گفته الیاهو هنناوی. الیاهو هنناوی در قسمت مقدمات زهر، تیکونه زهر که همیشه الیاهو هنناوی می اومد و با رب شمعون بر یوحای بعضی از موارد بسیار مقدس رو مرور می کرد و یا بهش یاد می داد و در یکی از اون چیزهایی که با حضور همدیگه نشستن و یاد گرفتن و توضیح داد الیاهو هنناوی چیزی بود که به نام قسمتی که به نام پاتخ الیاهو مشهور شده، پاتخ الیاهو که یعنی الیاهو هنناوی آغاز کرد، شروع کرد و یا باز کرد اون موضوع رو، اون کلاس رو
و این در واقع پاتخ الیاهو در بسیار از جماعت‌ها و مخصوصاً کنیساهای و مکانهای سفاردیم این قسمت رو قبل از هر تفیلایی میخونن، قسمت پاتخ الیاهو. بعضی دیگه از گروه ها من جمله اشکنازی ها و غیره ممکنه فقط آدینه شبات پاتخ الیاهو رو میخونن، ولی کن این به هر حال این قسمت اهمیت بسیار زیادی داره در نه تنها تفیلای ما، بلکه یکی از پایه و اصول یاد گرفتن درجات الهیت هست در قبالا و در زهر. و الیاهو هنوی در پاتخ الیاهو میگه انت هو ده اپیکت اثر تکنین، که خدایا تو اونی هستی که تولید کردی و به وجود آوردی اون 10 آلتهای زیبایی رو و یا 10 لباسهای مختلف رو و کاره ننلهون اثر سفیران و به اونا نامیدی 10 سفیروت. این 10 سفیروتی که ما دربارهش صحبت میکنیم همیشه، 10 درجه ای که در هر دنیای وجود داره، من جمله بالاترین دنیا، دنیای اتسیلوت، که این 10 درجه درجه خاخما بینا دعت خسد گبورا تیفرت نتسخ هود یسود و ملخوت هستن، که در نقاط مختلف قبالا درباره این 10 صحبت شده و گاهی اوقات هم ممکنه حتی عکس هایی دیده باشید، تصویرهایی که 10 دایره رو رو سر همدیگه در چند تا ردیف کشیدن و اینا رو با خطهای به همدیگه وصل کردن که منظور به این 10 سفیروت هستن. پس الیاهو هنوی در پاتخ الیاهو این موضوع رو یاد میده که خدایا تو این 10 اصول رو آفریدی، این 10 درجات مختلف رو، و اینا رو به نام هر کدوم، به نام سفیرا و به صورت کلی به نام سفیروت اینا رو نامیدی، و اینا به چه دلیلی بود که تو آفریدی خداوند؟ لنهاگا به هون آل من ستیمین، که به وسیله این 10 تمامی دنیاهای پنهان، یعنی دنیاهایی که بالا هستن و روحانی هستن، از ما پنهانن، اونها رو اداره بکنی، بچرخونی، و همچنین تمامی دنیای پایینی رو، و اون فرمولایی که خداوند پیاده کرد برای کنترل تمام آفرینش دنیاهای بالا و پایین. و بعد از اون ادامه میده الیاهو هنوی در اون متن معروف پاتخ الیاهو و میگه انت حکیم ولو به خاخمای دیا، که خدای تو دارای عقل هستی، تو عاقلی، ولی نه با اون عقلی که ما انسانها میتونیم درک بکنیم و یا دسترسی بهش داشته باشیم و یا برای ما شناخته باشه. انت موین، خدایا تو کسی هستی که قدرت درک داری، همه چی رو میتونی درک بکنی، ولا به وینای دیا، ولی نه با اون قدرت درکی که به ما شناخته شده و ما حتی میتونیم تصور کنیم که میتونیم اون رو به هیچ وجه درک بکنیم. قدرت عقلانی خدا و قدرت درک خدا چیزی که غیر قابل مقایسه است بدون انتهای درجه ها با قدرت عقلانی و درک ما. و این نقطه ایه که ابن رزاکن ذکر میکنه اینجا، که بر حسب اون متن خودمون رو و چیزی که میخوایم یاد بگیریم ادامه بدیم، و اون اصول این 10 سفیروته، 10 درجاتی که در دنیا هر کدش بارو خوب به وجود آورده تا با وسیله اون همه دنیاها بتونن بچرخن. و خول ها اسر سفیروت، و جالب اینه که این 10 درجه هایی که خداوند آفریده، همه اینا نخلالوت و نیرمازوت، اینا مشمول میشن و در واقع رمزی درباره اونا وجود داره به شم هوای بارخو در اسم خداوند که بسیار متبرک باشه. و الان ادمون رزاکن ادامه میده به ما توضیح دادن که این 10 درجه رو به چه نحوی میتونیم ببینیم و درک بکنیم در اسم خداوند، حتی در قسمت شکل اون حروف عبری که به وسیله اون اسم خدا رو مینویسیم. که حیات شهی بخینند نکودا لود، به خاطر اینکه حرف یود به عبری که نحو نوشتنش مثل فقط یک نقطه هستش نسبت به بقیه حروف، و این رو در این تصویر هم ما میتونیم ببینیم،
تصویر اسم خداوند اینجا که 4 تا حروف اسم خدا رو نوشتیم، بینش هم خط گذاشتیم فاصله، به خاطر اینکه اجازه نداریم اسم خدا رو به صورت معمولی و تکمیل بنویسیم. و میبینیم که حرف اول حرف یود هستش، اون حرف عبریه که طرف راست هستش، اوت یود، که نسبت به حروف دیگه به نظر میاد فقط یک خط کوچیک، یک نقطه هستش. مرمز لخاخمتو یتبارخ، چرا؟ به خاطر اینکه این حرف یود در واقع سمبولیه و این رمزیه به درجه خاخمای حکدش بارخو. از اون 10 تا سفیراتی که ما ذکر کردیم، اولین سفیراش چی هستش؟ سفیرای خاخما، شهیب بخینت هلن و هستر، کدمش بال بخینت ایت پشتوت. و دلیلش که میتونیم این درجه رو ببینیم حتی در شکل این حرف، به خاطر اینه که درجه خاخما کلن، درجه عقل در حتی ماها در انسان، در واقع یک آغاز کوچکیه، مثل یک جرقهیه که کاملا درکش، درک موضوع و مفهوم اون برای ما واضح نیست. برای مثال یه نفر ممکنه بشینه و یک ایدهی به فکرش برسه و این ایده مثل یک جرقه، مثل یک لامپیه که در مغزش روشن میشه، ولی این ایده جوانب اون در واقع پنهان هستن. تا وقتی که یه نفر بشینه درباره این موضوع به صورت کامل فکر بکنه، همه جوانب این موضوع رو حلاجی بکنه و ببینه آیا این ایده درسته و یا نه، جالبه و یا نه، و آیا میتونه از این استفاده بکنه و یا نه. ولی ایده اول تمامی درون و بیرون و فایدهش و ضررش و اینا واضح نیست، فقط یک ایده است. واسه همینه که همیشه میگیم هی من یه ایده دارم، بیا درباره این ایده صحبت کنیم. چرا باید صحبت بکنی؟ به خاطر اینکه ایده هنوز کاملا دربارهش فکر نشده. و واسه همین هم از که اگه یه نفر یک ایده به فکرش میرسه ولی حواسش پرت میشه، برای مثال یه تلفنش زنگ میزنه و یا یه نفر در خونه رو میزنه و غیره، و یا مشتری میاد توی یه مغازه و بعد از اون دوباره میخواد برگرده بره سر اون ایده، ممکنه حتی نتونه یادش بیاد اون ایده چی بود. چرا؟ به خاطر اینکه اون ایده مثل یک رد و برقه که میاد و میره و کاملا تمامش درک نشده هنوز در این شخص. اگه درک شده بود میتونست بلکه یادش بمونه. پس بنابراین در اسم حکدش بارخو، اون حرف اول، میتونیم ببینیم که حرف یود از حروف عبری مثل یک نقطه است، یه نقطه کوچیک، همونجوری که ایده خاخما یه چیزیه که کاملا انشعاب پیدا نکرده و فقط یه ایدهیه که هنوز باید این ایده بیشتر باز بشه، گسترش پیدا بکنه. شهیب بخینت هلن و هستر کدمش باد و بخینت اید پشتود، که این ایده درجه خاخما هستش، درجه عقل، که قبل از اینه که برسه به درجه گسترش و گیلوی هستگاه و اوانا و اینکه آشکار بشه اون درجه فهم و درک که لازمه از این ایده. و اتفاقا در این حرف عبری یود، اگر توجه بکنیم به اون حرف یود، بالای حرف یود طرف چپ این بالا، میبینیم که یک نوکی میزنه بیرون، که این نوک در واقع چی هستش؟ این جنبه، این جنبه درجه کتر هستش از کبالا، درجه ای که از عقل یه نفر حتی بالاتره، درجه ای که به نام خواست نامیده میشه، راتون. و راتون، خواست یک نفر، در واقع بالاتره از تمامی قوایی که در اون وجود داره، از تمام قدرت‌های نشاما و جانی که در اون وجود داره، درجه خواست بالاتره. بخصه همین دلیل هم هست که میگیم خواستن توانستن است. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یه نفر خواستش رو داشته باشه، اون وقته که راه رو پیدا میکنه، قوایی که لازمه در خودش پیدا میکنه
و حتی میتونه اونها رو کنترل بکنه و دستور بده به قوای خودش که هر جوری شده من میخوام این هدف رو به دست بیارم. خواستن توانستن است. پس از این چهار تا حروف عبری در اسم خدا، اولی سمبل و درجه خاخما هستش، عقل، و همچنین اون بالاش، اون کوتس که بهش میگن، اون نوکی که میزنه بالا، اون درجه خواست یک نفر هستش. و همچنین وقتی بریم سر حرف دوم اسم عبری خداوند که هی هستش، که هی در واقع سمبل درجه درک کردن یک موضوعه. وقتی یه نفر یک ایده رو ور میداره و شروع میکنه اون رو قشنگ روش کار کردن، حلاجی کردن و امتحان میکنه ببینه این ایده آیا از این طرف خوبه، از اون طرف بده و غیره، وقتی این داره گسترش پیدا میکنه، این درجه هی هستش، درجه عقل. و حتی در شکل این حرف عبری هم میبینیم که حرف هی یه چیزیه که هم به طرف پایین میاد، سمت پایین کشیده میشه، بالعکس حرف یود که فقط یک نقطه است، و همچنین از طرف چپ و راست هم کشیده شده، تمامی صحنه رو در بر میگیره. این نمایانگر درجه درک یه نفره، قدرت بینا، که اون ایده اولی رو ور میداره و قشنگ این رو باز میکنه از همه طرف که این رو بسنجه. و جزو حروف عبری، حروف سومی رو که الان عدنان رضاکن به ما یاد خواهد داد، اون حرف واو هستش. حرف واو که در واقع درجه بعدیه از اون سیستمی که صحبت کردیم. بعد از اینکه یه نفر درجه عقل داره و بعدش درجه فهم داره و یا درک کردن رو، اون وقته که بعد از اون این ایده میتونه اثر بذاره روی احساسات اون شخص و بر حسب اون احساسی ایجاد بکنه. برای مثال وقتی یه ایده خوب باشه، این شخص میگه خب این ایده خوبیه، من الان میخوام که این هدف رو به دست بیارم، و یا برای مثال این خونه رو بخرم و یا این غذا رو بخورم و یا این دوا رو به دست بیارم، هرچی که باشه. بعد از این که اون عقل و درک جای خودش رو گرفت، اون وقته که خاص درجه اون احساسات یه نفر به وجود میاد، و یا ممکنه یه نفر بعد از اینکه درباره موضوع فکر کرد بگه نه من اصلا از این موضوع خوشم نمیاد و اونو نمیخوام. پس حتی احساساتی هم که یه چیزی رو نمیخواد از اون درجه عقل و درک به وجود میاد، که این 6 تا درجه مختلف داره در 10 سفیروت که خسد گبوراتیفرت نتسخ خود یسود. و اتفاقا این حرف واو که در اسم خداوند میبینیم که اولا مثل یک خطیه که داره میاد پایین، نمایانگر این که بعد از این که یه نفر به درجه درک و فهم یک موضوع رسید، اون وقته که این جاری میشه به طرف احساسات اون، میاد پایین که پخش بشه. و همچنین کلن حرف واو به زبان عبری شماره 6 رو سمبل هستش، همونجوری که 6 تا درجه احساسات وجود داره. و در اینجا قسمت متن رو میخونیم قبل از اینکه به اون هی آخر برسیم. و خرش بال بخینت هید پشتود و گیلوی حساگا و امانال آل من ستیمین. و بعد از اینکه اینجا داریم صحبت میکنیم درباره درجات خداوند در اسم خداوند و اینی که هم الگوی مثل درجه ما، و از طرف درجه خاخمای هشم جاری میشه، همه چی میاد پایین، میرسه به دنیاهای پنهان شده از ما، دنیاهای بالاتر، نخللت به نرمزت به اوت هی، همه چی میرسه به درجه حرف هی در اسم خداوند، چیش با بخینتید پشتور لاروخف هموره و مرمز الهرخاوت ها بیور و اوانا، که در واقع سمبل گسترش یک ایده هستش اون حرف هی، همونجوری که صحبت کردیم، و نشون میده که همه چیز به صورت واضح درک شده و گملا آرخ،
هموره البخینت همشخا وشبا من ملال مطال آلمین ستیمین، که این نشون میده چجوری اون درجات روحانی از دنیاهای بالاتر جاری میشن به دنیاهای پایینتر و آخر کاخ و بعد از اون که شنیم شخت همشخا وشبا زو یوتال مطال آلمین دید گالیان، وقتی که این قدرت‌های الهی جاری میشن به این دنیایی که برای ما آشکار هستش دنیای پایینی، او که ما آدم شروطه لگلوت خاخماتال آخریم علیده دیبورو آدرخ ماشال. برای مثال وقتی درباره یک انسان صحبت میکنیم، وقتی یه نفر یک ایده ایو در فکر داره، درباره اون فکر میکنه و موضوع رو درک میکنه، ولی بعد از اون میخواد این ایده رو به یک نفر دیگه هم این ایده رو بده، به چه نحوی این کار رو انجام میده؟ به وسیله درجه بیان خودش الدرخ ماشال نخللت بنین مزد همشاخا زو به اوتیوت واوهی. پس در واقع در اسم هکدش باروخو این درجه که درجه خاخمای هشم و اون درجه روحانیت درک الهی جاری بشه به دنیاهای پایین تر به وسیله چیه؟ به وسیله حروف واو و هی در اسم خداوند. پس حروف یود و هی درجه بالایی هستش، نحوی که قدرت الهی جاری میشه به دنیاهای بالاتر، و واو و هی جاری میشه به دنیاهای پایینتر. که واو مره الهمشاخا مل ملال متا، به خاطر اینکه کلن حرف واو در عبری نمایانگر درجه جاری شدن هستش از طرف بالا به طرف پایین، همونجوری که شکل این حرف این رو نشون میده که مثل یک خطیه که داره میاد پایین. بگم همشاخا زوهی علیده میداد خستو به تو و شعار میده تا فکدو شد، و این درجه جاری شدن به وسیله چیه؟ به وسیله درجه خست مهربونی خداوند و خوبی خداوند و بقیه اون صفات هایی که خداوند آفریده. هنخلالوت به در خلال به مصبر شش به پاسوک، همون جوری که این اون شیشتا درجه کلن مشمول میشن در اون پاسوک معروفی که ما در تفیلای روزانه خودمونم اونو میخونیم، وقتی میگیم لخا هشم هگدولا و هگبورا و تیفرت و نتخ و هود و غیره، که خدایا تمامی بزرگی و قدرت همه اینا متعلق به توه، که هر کدوم از اون لغت ها در واقع برابره با یکی از اون شش درجه خسد گبورا تیفر نتخ هود و یسود. عد لخا هشم املاخا و خلطو، تا اینکه برسه به درجه اون قسمت آخر پاسوی که میگه خدا پادشاهی هم در واقع متعلق به توست. ولو عد بخلال، که اون درجه ملخود درجه پادشاهی از نظر قبالات جزوی از اون شیشتا درجات احساسی نیستش. که میداد ملخوتو یتبارق نیکرد به شم دور هشم، آخرین درجه از اون دهتا سفیروت درجه ملخود به نام بیان خدا نامیده میشه، که مشکاتو همونجوری که توی پاسوک نوشته به عشر دور ملخ شیلتون، که کلن یک سلطان با حرفش با گفتارش سلطنت میکنه. این کلن مرام یک سلطانه، مرام یک رئیس جمهوره برای مثال، که کار عملی نمیکنن بلکه به وسیله صحبتی که میکنن و دستورایی که میدن یک کشور رو اداره میکنن. و نخللت و نرمزت به اوت هی اخرونا شل شم هوایه، و این درجه در واقع رمزیش از این وجود داره و مشمول میشه در اون حرف آخر اسم هکدش باروخو که هی باشه. کی پنمیود اومکور هدیبور هو ههول ها اوله من هلف، به خاطر اینکه ریشه هر گفتاری و اون دمی که از قلب یه نفر از دل یه نفر بیرون میاد و یه نفر سعی میکنه صحبت بکنه، یک هر کدوم از حروفا رو به لب بیاره، امید خلق ده خمش متعاد هپه، و کلن حروف گروه بندی دارن که حروفا به وسیله پنج نوع مختلف از حرکات دهن حروفای مختلف میتونن پدید بیان. برای مثال حروف الف، خط، ه و عین، که همه اینا از گلو سرچشمه میگیرن. وقتی آدم میخواد این حروفا رو بگه، الف، خط، ه، عین شبیه
اون نحوی که از گلو سعی میکنیم این صدا رو به وجود بیاریم و همچنین حروف های دیگه که ممکنه از ساق یه نفر استفاده بشه، از زبون استفاده بشه، از دندون ها و لب استفاده بشه. پس به صورت کلی 5 نوع مختلف شکل گلو و دهان و زبان و غیره هست که تمامی حروف ها رو میتونه تولید بکنه. و گم هوارت هههی بخیند هبل لود. و همچنین گفتن حرف هی وقتی یه نفر میخواد بگه ه، در واقع یکی از ساده ترین حروفایی که یه نفر میتونه به وجود بیاره و به لب بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه فقط کافیه که این دمو از درون خودش بیرون بیاره، ه، بدون اینکه زحمت زیادی با لب خودش و یا غیره بکشه. که مشکاتو و همونجوری که نوشته آتا کلیلا دلید با مشاشا، که در واقع هیچ نوع زحمتی در این حرف وجود نداره، گفتن این حرف. و همه اینا رو داره الان عبدالرزاکن توضیح میده درباره نه تنها الگویی که در یک انسان پیاده شده، بلکه داره میگه که همه همین الگو هم در واقع درباره درجات قدوسیت وجود داره. که البته سوالی که مسلماً پیش میاد اینه که خب انسان یا آدم جسمانیه، فیزیکیه، بدن داره، شکل داره، صورت داره، دهان داره، دندون داره و غیره، ولی خداوند که بدنی نداره. پس منظور چیه اینجا که داریم میگیم همه اینا درباره الهیت هم صدق میکنه؟ و این رو عبدالرزاکن جواب میده. و افش این لود دموت حق گفت خست به شالام. و با وجود این که خدای نکرده مسلمن ما میدونیم که خداوند هیچ شکل جسمانی و بدن جسمانی و غیری نداره، اخ دیبرا تورا کلوشون بنه یادام، بلکه تورا همیشه به زبان آدم ها صحبت میکنه، به زبان هر انسان صحبت میکنه. چرا؟ که ماها بتونیم یه موضوعی رو درک بکنیم. به شگم دور هشم، که با وجود این که این همه اینا رو داریم میگیم که بیان خداوند خاف بد اوتیوت همین خلکل خمش خلکه همتاوت، که 22 تا حروف عبری آلفبت عبری به گروه های 5 تا گروه تقسیم میشه، که بستگی داره میگیم در انسان به چه نحوی از گلوی خودش استفاده بکنه، از زبون خودش تا این حروفا رو به لب بیاره. با وجود این که میگیم خدا هیچ بدنی نداره، هیچ دهانی نداره و غیره، و باهن نیورا کل هایتور، ولی در این حال میگیم که خداوند گفت دنیا به وجود بیاد و از 22 تا حروف عبری استفاده کرد تا اینکه همه چیز در دنیا به وجود اومده. و که مشنید با ار بلکوته اماریم خلق بد، همون جوری که در قسمت قبلی کتاب تنیا قسمت دوم شعرهای خود و آمونا در فصل 11 هم به صورت بسیار طولانی و مفصلی درباره ایده این حروف عبری صحبت کردیم و بیان خدا، که یادتون باشه در اونجا توضیح دادیم که اصطلاح بیان خدا این نیست که واقعا خدا دهان داره و مثل آدم های معمولی صحبت میکنه، بلکه همونجوری که یک انسان به وسیله بیان خودش میتونه یک ایده ای رو بیرون از خودش بیاره و تحویل بده به یک نفر دیگه که بتونه اون ایده وجود داشته باشه، صحبت میکنه دربارش، به همین صورت اون قدرت الهی که همه چیز رو میآفرینه در کتب مختلف به نام بیان خدا نامیده شده. و 22 تا حروف عبری در واقع نمایانگر 22 تا فرمولای مختلف الهیه که به وسیله اون خداوند دنیاها رو آفریده. ولی از اونجایی که یک انسان سخت براش و افرادی که آشنایی ندارن با لغتهای و درجات قبالا و غیره، پس بنابراین تمامی این موضوع عمیق و در تورا به صورتی به ما توضیح میده که هر کسی بتونه اونا رو بشنوه و تا حدی درک بکنه. به همون صورت که دربارش صحبت کردیم که گاهی اوقات صفتهایی میدیم به خداوند، برای مثال میگیم خداوند خاخام، یک شخص بسیار عاقله. خاخما رو ایده عقل و خداوند آفریده، پس چجور امکان داره که بگیم خداوند خاخامه؟
مسلما خداوند از درجه عقل بسیار بالاتره، عقل برای ما آفریده، ولیکن ما انسان ها تا این حد و به این صورت میتونیم الهیت رو درک بکنیم و سعی میکنیم بهترین صفاتی رو که به عقلمون میرسه به همین صورت به اون صورت خداوند رو توصیف بکنیم، میگیم اون خاخام یه شخص عاقلیه. اوکی، فکر کنم در اینجا ما مکس میکنیم، چون امروز شیور کلاس ایده های بسیار جالب و عمیق بود که با هم دیگه صحبت کردیم و به زدشم بقیه فصل رو در جلسه آینده تموم میکنیم. به صورت خلاصه فقط مرور کنیم چیزی که امروز صحبت شد و اون اینه که تمامی ایده تشووا که لغت تشوف هی برگردوندن اون حرف هی هستش، در واقع منظور چیه؟ منظور ترمیم کردن و برگردوندن اون درجه الهیه که ماها بهش صدمه زدیم و ربط مستقیم داریم با خود خداوند. اون الگویی که در ما وجود داره، تمامی اون 10 تا درجات، در واقع همون الگوییه که در دنیاهای بالاتر هم صدق میکنه. اون درجات همون جوری که اینو دیدیم در اسم خداوند، که اسم اکدش باروخو، اون 4 تا حروف در واقع نمایانگر تمامی اون 10 تا درجه ها هستن. و اگر کسی خدای نکرده یه کار اشتباهی رو انجام میده، این شخص میتونه باعث بشه که صدمه در درجات روحانی دنیای پایین تر اتفاق بیفته و یا در دنیاهای بالاتر، که این دوتا هی هستن در اسم خداوند. و در بقیه این فصل و فصلهای آینده توضیح میده که آیا به چه نحوی یک شخص میتونه هر کدوم از این درجات روحانی رو ترمیم بکنه که اون تشووای واقعی هستش، فرمولایی که یه نفر از اون میتونه استفاده بکنه. و بعد از تمام اوناست که رسم و رسوم تنید گرفتن و یا قربانی آوردن در زمان بیت المقدس وجود داشت، ولی درجه اول تشووا بود. ولی آیا تشووا چیه؟ گفتن لغت تشووا آسونه، ولی درک کردن اینه که چه صدمه ای اتفاق میفته از یک کار اشتباه و به چه نحوی میشه ترمیمش کرد، این یکی از بهترین فرمولاهایی هستش که میتونه به ما کمک کنه راحتتر خودمون رو به درجه تشووا برسونیم. و به زاد هشم آخر فصل 4 رو در کلاس آینده با هم دیگه تموم خواهیم کرد. اوکی، آیا سوالی هست درباره نکته‌ای که امروز با هم دیگه یاد گرفتیم؟ اوکی، آیا درباره اسم هکودش باروخو، اسم ادنای که یود و هی و واو و هی هستش، که این به چه نحوی نمایانگر درجات نزول الهیت هستش در همه دنیاها، این رو آیا همه تونستن به راحتی درک بکنن؟ اوکی، alright. پس کسی اینجا نمیبینم که بنویسه سوالی درباره این موضوع وجود داره، و البته مرور کردن کلاس امروز بجاست و میتونه 100% استفاده داشته باشه برای بهتر درک کردن همه جوانب این موضوع اسم هکدش باروخو و اینکه هر کدوم از حروف هکدش باروخو، اسم هکدش باروخو به عبری نمایانگر چه درجه ای هستش. شبات اون وراخ و همچنین شبات شلوم. هفته و شبات خوبی رو برای همگی آرزو مندم. بزادشم هفته دیگه با هم دیگه ادامه میدیم.